آنچه که در به سوی آسمان گذشت. من اومدم اینجا راجع به این باد صحبت کنم. مثل یه جهت نماز. مطمئنی دیگه کار نمیکنه؟ میبینی؟ کیا؟ اون داره بچه ها رو میدازده. من؟ آنم دیدیش؟ به سوی آسمان. فهمیدم از کی باید سوالمونو بپرسیم. بابای آوینا، اینا همش یه خوابه، اینا همش یه خوابه. نباید میرفتیم دنبالش، باید تو خونه میموندم و شعرم رو حفظ میکردم. داتیس، منم به اندازه تو شایدم حتی بیشتر ترسیدم، ولی نباید بدونم اینجا چه خبره؟ نه آرتا، اگه تو هم اندازه من ترسیده بودی الان کنار من نشسته بودی و شلوار تو خیس کرده بودی. ای نگو که. نه خیرم. ببین داتیس، این اتفاقی که برای من افتاده تا ازش سر در نیارم که چیه نمیتونم آروم بشینم. جدا از همه اینا، ما دیدیم که چه بلایی سر بچه‌ها اومده. پیدا کردنشون وظیفه ماست. نه خیر، وظیفه ما اینه که به مامان باباشون بگیم یا اصلا به پلیس. جدا؟ اون وقت چی بگیم به پلیس؟ بگیم که بگیم که اون بچه رو لولو برد. میبینی؟ کسی هم باور نمیکنه. به هر حال از خونه آوینا اینا به پلیس زنگ میزنی. باش، موفق باش. یعنی تو نمیای؟ نه. باشه، از تنهایی لذت ببر. راستی، شلوارم خواستی تو سبد هست. آرتا، آرتا، وایسا منم بیا، صبر کن. فکر میکنی از شعر خوشش بیاد؟ نمیدونم، ولی قطعا از شلوار من خوشش میاد. بله، بفرمایید. ماییم کیه؟ داتیس دویی؟ چی کار داری؟ باشه هم رو خیر اومدیم. من و آرتا کار مهم داریم. درباره انگیزه این تبهکاران وجود ندارد. شاهدین همیشه حاضر در صحنه دزدیده شدن بچه‌ها را توضیح می‌دهند. آره، داشتم فیفی رو می‌بردم برای واکسنش که دیدم شروع کرد به میو میو کردن. انگار یه چیزی رو حس می‌کرد که چند دقیقه بعد فریاد دز دز رو شنیدم. یه موتوری هم با سرعت از کنارم رد شد. دو تا پسر جوان بودن، ولی بچه پیششون نبود. ساعت 2 شب، واکسن. یه لحظه، چرا شما از داستان ترسناکی که براتون گفتیم نگرخیدین؟ چون ما میدونستیم. چی؟ قولا یکی از موجوداتی هن که از دنیای ما به دنیای دیگه فرستاده شدن، ولی خرابکاری ذات اونا است. بعضی وقتا اونا به دنیای ما راه پیدا میکنن و سعی میکنن نقشه های قدیمیشون رو دوباره عملی کنن. منظورتون چیه که فقط یکی از موجودات؟ یعنی به جز اونا چیزای دیگه هم هستن؟ البته. پریزادا، آدمای جنگلی، پریای ریز و کوچولو. این که شما اونا رو نمیبینید به این دلیله که اونا نمیخوان که شما ببینیدشون. فکر کن اگه آدمای این دور زمونه قدرت اونا رو کشف کنن، اون وقت همه اونا رو تو آزمایشگاهاشون زندونی میکنن و بعدم با دوربیناشون میخوان ازشون فیلم مستند بسازن. پس اگه اونا نمیخوان دیده بشن، چطور شما راجع به اونا میدونی؟ مادر آوینا، همسر عزیزم پریوش، اون یه پریشناس بود. کاری که خانواده‌شون نسل به نسل انجام میداد تا از پریا در مقابل خطرات محافظت کنه و دنیای کوچیک اونا رو مخفی نگه داره. و
بعد از اینکه مریض شد، چون آخرین نفر از خانواده‌اش بود، همه اطلاعاتشو به من داد تا من به دخترمون آوینا بگم. و حالا آوینا برای خودش یه پریشناس ماهر شده و هر اطلاعاتی که بخواید اون داره. هزار قافیه کم نام پرخروشت را، چگونه حمل کنی علم روی دوشت را. میدونستم پلیسا حتی به حرفمون گوش هم نمیدن. اگه فردا به عنوان دیوونه عکسمون تو روزنامه ها چاپ بشه جای تعجب نیست. من فکر میکردم وظیفت اینه که از این جک و جونورا محافظت کنی، نه اینکه به پلیس بفروشیشون. راجب پریای جنگلی و پریای نگهبان بله، ولی این قول بیشا خودم نه خیر آقا. ای ایچیه، برو کنار. وای از این پروازی هست، برو کنار. او سلام خاله سوسکه. ایوا خالته؟ نه یه دوست خانوادگی قدیمیه، اون یه نوع پریه، فکر کنم از تو خوشش میاد. همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی. آها پیداش کردم. آل 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 لولو خورخوره نسناس خوناشام. آها آل دزد بچه ها، طبقه بندی موجودات خیلی خطرناک، از گونه قولهای بیشا خودم. آلها گونه ای از قولها هستند که از گذشته داستانهایی راجب دزدیده شدن بچه آدمیزاد توسط این قولها نقل شده. به دلیل قدرت مخفی کردن و نامرئی کردن قوی خود تا به حال از زیستگاه موجودات اطلاعاتی به دست نیامده. اینجا رو گوش کنید، اونها به صدای نوزادان و همینطور لالایی حساسن و به دنبال این صدا کشیده می شوند تا اگر بچه ای را تنها پیدا کردن بدزدند. هنوز کسی موفق به دستگیری این قول بیشا خودم نشده، چرا که گروه های تجسس هیچ وقت از سفر اکتشافی خود بر نگشتن. وای چه جالب، مخصوص همون قسمتی که راجع به گروه اکتشاف بود. میدونی آرتا، من همین الان یادم افتاد باید یه ماشین رو تا فردا صبح راستوریز کنم. خدافیز. نمیتونیم اون بچه ها رو ول کنیم که. آرتا دوست خوب من، اون بچه ها ننه بابا دارن. ببین من از اولم گفتم که بیخیال این قضیه بشین، هیچ کسی چیزایی که امروز دیدیم رو باور نمیکنه. بیا برگردیم خونه، انگار نه انگار که امروز اتفاق افتاده و بیخیال آرزوهای بچگیمون و قهرمان شدن بشیم و تا آخر عمر حسرت بخوریم و از آن وجدانی بچه های بیادب رو داشته باشیم. وای خیلی سخته، ندای درون تو هم میگه باید دنبال قضیه رو بگیریم. میدونی که خراب رفاقتتم، گویا در بیار ببینم کجا باس بریم. هیچی، هیچی نیست. اگه این گوی اونو نشون نمیده خودمون پیداش میکنیم، ما یه طعمه میذاریم.